برادر اعتماد داده ایتنا خونه داوده اگلوی که بیرون میاد برادر ناصر خودمونه بچه تر و فرز و زرنگیه خداوند خیلی و برکت به خونه وادش بده تفلکی هیچ شیره نهره بابا ننش مردن امروز چون خورشید عالم تاب خواهی درخشید شهرت و ثروت فراوان به دست میاری پسر جون حق تو را از وسوسه شیاطین محفوظ نگه داره آمین یا رب العالمین دهانت را جز به راه حق مگشا ثروت بی حساب را که به دست می آوری چاره ساز مستمندان کن دست علی به همراه خوش اومدی گل آقا به سلامت جمعت کرد مردان نگه دارتون چه درویش نورانی بود یعنی راست میگو آره دیگه راستی ناصر یادت باشه وقتی دم و دستگاه به هم زدیم ماها رو فراموش نکنی ها ای بابا این حرفا چیه با چینه کشی که آدم دم و دستگاه به هم نمیزنه خدا رو چه دیدی تو مجبور نیستی تا آخر عمر چینه کشی کنی درویش میگفت که تو انجرت طلاییه به نظرم اگه بری تهرون کاروبار سکه میشه و از این فعلگی نجات پیدا میکنی آخه با چی برم با دست خالی و پای پیاده که نمیشه رفت شهر از تو حرکت از خدا برکت ما هممون خرجی تو راهتو فراهم میکنیم و روانت میکنیم بری تهرون بیا اینم بگی خدا یار بیا پسرم بیا کارم اینا میگم برگردم ان شاء الله رسید برمیگردم خدا حافظ خدا سلامت خدا نگهدارت باشه رحمان خدا نازش برو بابا خدا حافظ سلامت خدا یا خودت هم خدا Yeah.
بلای دارم ولی بلا نبینه تو بس بلای دارم ولی بلا نبینه دلم خواهد که تنها دهانت را ببوسم بگو تا تا سرت را نبوسم یا ببوسم تو گفتی که دردم را بدانی نگفتی که از پیشم برانی تو مهری تو ماهی ولی نامهربانی مرم بیا جلو ببینم داداش اینجا چه خبره؟ خط نسرون پسر مشقت زنفره. خواننده‌شو از کجا آورد؟ اون ناصر بچه معلق خودمونه. بناس بیشتر خونه‌های این کوچه رو اون ساخته، همینطوری عشقی میخونه. بنازم به این هنجره واسه کابرمون جون میده. برای یه سرگوشی آب بده ببین میتونی تورش بزنی. باشه من سعی خودم رو میکنم. دلم خواهد که تنها دهانت را ببوسم بگو پا تا سرت را نبوسم یا ببوسم تو گفتی که دردم را بدانی نگفتی که از پیشم برانی تو مهری تو مایی ولی نامهربانی مرنجان ز پیشم به این شیرین زبانی. بابا حقیقتا عالی میشوند داشتم از اینجا رد میشدم صدا تو میشنیدم یه مرتب زانوام شرش آی هدن اینجا آجا چرخو بیا پیش برو آی زانو خانوما سب کنی بردی صدا تونو بدونین واقعا بی نظیره این خودمونم میدونستی متشکرم بی خود متشکری خوب خانم جون حرفتون تموم شو نه حیفه که شما از صدا تون استفاده نکنید من میتونم براتون امکانات بسیار خوبی فراهم بکنم مثلا میتونم تو بزرگترین کابره ها برای شما برنامه بگیرم برای تو کنسر ترکیب بگم ببخشینا حالا واسه چی میخواین اینقدر خودتونه تو زحمت بندازی؟ واسه اینکه خانوم ظاهرن و باطنن زحمت کش هستن حیف واقعا حیف اگه از صداتون بهره برداری حسابی بکنین درآمدتون از پارو بالا میره میتونین برای خودتون جاه و جلال و ثروت به هم بزنین نکبت و فلاکت بیرون بیان نکبت؟ میدونی چیه خانم؟ اینی که شما اسمش نکبت میذارید زندگی منه زندگی که دوستش دارم و بهش افتخار میکنم من صدام و وقت به همین پا برنه ها کردم همین هایی که باکر صفا دارن و از تای دل میخندن بی ریا دست میزنن قلبشون مثل صدای خودم صافه هیچ کلک هم تو کارشون نیست بازم فرمایشی داریم در هر صورت چون من شیفتی صدای شما شدم همیشه برای کمک کردن بهتون حاضرم
خیلی التفات دارین. اما من علی کابرم. ای بابا این حرفای سطح یه قد باک داره مجلس ما رو خونه هش بکنه. من اونجا یکی بیمه. سلام کلاب بود. حالت خوبه؟ قربانت تو. به کارت تو. سلام قربان. سلام. به به گلی خانم. سلام. خودت میدونی روز به روز داری خوشگل تر. به کسی مربوط نیست. مثل آهو فرار میکنی. اما بالاخره مال خودم. سلام بابا. سلام برات نهار آوردم. دست دست جات خالی تو برو بابا. یک کله پاچه حسابی خوردی. چای برم. میدونی گلی جون حالا هیچ اشتها نداره. اگه زحمت بدی صبح مسو اسناسترو داداش. Yeah.
خب ناجه من رفتم صفره رو بندازم، تو هم زود بیا که دارم از خوشتگی میگیره کن. باشه گلشو قربونت برم، این همه را و چیمیه دختر؟ چشم هزار که تو ناکس به تو میفته. آخه میترسم قضای قهوه خونه مریضتون کنه. ایشالا ساختمون که تموم شد حساب اونو میکنیم و پول و پله عروسی رو را میندازیم. ایشالا اون وقت تو مجبور نیستی این همه را بیای. یه دوچرخه میخرم اگه پشت کوه قاف هم کار بگیرم زورا خودم میرسونم به تو. خوش نشه بابا، بیا نهار بخوریم یخ کرد. خیلی خوب برو، تو داداشم تای قابل من رو بالا نیبرده، تا هم یه چیزی بخور، منم میرم. خدا چیه با نمیذاری دو کلمه بگی؟ بابا نهار بخوریم. خیلی خوب بخور. قول نجان فرما. چه خبر اوست ناصر؟ تو که عوض کار کردن همش آواز میکنی، صدات نمیذاره کارگرهای چاپ کنم کار کنن. تو به بابا تو که فقط پولی کار کردنمونه بگیر. آواز دلم مهمون ما باشد. این ساختمون باید تا حالا تموم شده باشه. تو چاپخونه قدیمی جامو تنگه. باید ماشینا چاپ بیاد اینجا. اینجوری که شما کار میکنید، حالا باید صبر کنید. مگه خوب رنگی داشتم؟ اگه دل خوری برد بده. چی گفتی؟ هیچ چی گفتم ببر اینو. خیلی خوب باشه، به موقع بهتون نشون میدم. چی رو نشونمون میدی؟ آگه مردی الان نشون بده. حالا که آتو پشت کنه. اسم بابا چی اما طلب کاره؟ مثل این که ادباقا بیل افتاده. بگه نمیده که کنده که خون بابا بسته که زردن نداره. نهاره تو بخوا یک چونتا. سکالی خانم، بفرمایید برسونمتون. همینطور راحته. یه سوار شد تا بهت بگم چقدر دوست دارم. اگه زیاد مزاحم من بشی به اوس ناصر میگم. منو از یه عمله میترسونی؟ من یه موی اونو با سفت و هرزم تو عوض نمی کنم. اون اوس ناصرت هم میفهم سره هرزه بوغ سر شده هنوز بر نگشته. خب جوونه دیگه، تو خونه بشینه چی کار کنی؟ جوونه چیه؟ همش تقصیر توه. به زور منو وادار کردی براش ماشین بخرم. هرچی پول میخواد بهش میدی. خب معلومه یه همچین بچه چجور عذاب در میاد. قمارباز، عرق‌خور، هرزه. به این شوری هم که تو میگی نیست. چطور نیست؟ نه درس میخونه، نه کار میکنه، همینطور ول ول میکرده. ببین، عوض این آقا تلخیا باید به فکر زندگیش باشی. من حد میدارم که اگه براش زن بگیریم اون سر به راه میشه. من که حرفی ندارم، اما این پسر الوات زنداری هم ازش نمیاد. داری میاد، خواهش میکنم اینقدر عصبانی نشو. عصبانی نشو، عصبانی نشو. سلام مادر. آقا تا این وقت شب کجا تشریف داشتن؟ آخه پسرم تو خونه حوصله‌اش سر میره. چنگیز جون تو باید به فکر آینده‌ت باشی. پسرم تو دیگه بزرگ شدی، من دارم پیر میشم، باید اختیار دارایی منو به دست بگیری، فکر خونه و زندگی باشی. آره چنگیز جون خجالت نکش، اجازه بده بریم برات خواستگاری دختر خوشگلی. اگه میخواییم برام زن بگیرید باید دختری رو که دوست دارم بگیرید. عزیزم چرا دوستر نگفتی؟ بگو ببینم این دختر کی؟ گلی دختر کلافاس. چی؟ دختر کلافاس ماشین کی؟ پسر پاک دیوونه شده، چشمم روشن، همین یک کارم مونده. حرف همین که گفتم، من از این دخترای شگول میگول زیاد دیدم. اگه زن میخواییم برام بگیری من گلی رو میخوام، بله دیگه حرفشم ندن. راستش یه خبر خوشی میخوام بهتون بدم که خیلی براتون غیر منتظرم. چنگیز به مادرش گفته که از دختر شما خوشش اومده، اونو پسندیده. فکر میکنم شما هم از این وصلت خیلی خوشحال میشید. لطف دارین آقا، والا دختر من و پسر شما وصله هم نیستن. خب شانس دیگه، اقبال دخترت بلنده. البته عقدو خیلی مفصل نمیگیریم،
شما که مهمون زیادی ندارین، میدونین؟ عروسی رو هر چی مفصل تر بگیریم بیشتر توش حرف در میاد. ببخشین آقا، من که هنوز رضایت ندادم. از اون گذشته دختر من نامزد اوست ناصره. چی؟ میخوای بگی دخترت یه عمله بی سر و پا رو به پسر من ترجیح میده؟ والا فعلا که اینطوره. پس هم پسر من هم دخترت رو جفتشون دیوونن. والا شاید هم همینطوره که میفرمایین. با اجازتون من برم پایین، کارگرا تو چاپخونه منتظرن. عجب سالتمونه شده. سلام علیکم. کاری داشتی؟ منظره روی خانم اینجا؟ فرمایی چی داشتی؟ چی پشنه آوردن؟ بدین من برسون میدم، دست ما درد نکنی. با دست خودشون بدم. آخه مهمون دارم. خب بیا اینجا. سلام علیک. سلام ناصر جون. کیفتون جا بایی تو بودی؟ آها، که به موقع اومدی. امشب جشن تولد من. کیفمو به عنوان هدیه تولدم ازت قبول میکنم، به شرط اینکه تو هم به سلامتی من یک گیلاسی بزنی. خیلی متشکرم. آخه من علی مشروب پرشوب نیستم. او چه پسر مامان خوبی. خب یه دهن سوشیرین کن. بیا تو. نه نه این حرفا کدومه. بیا تو. صبر کنید. میخوام یه مهمون تازه وارد رو به همه تو معرفی کنم. امشب براتون یه سورپرایز پارتی میخوام ترتیب بدم. هر کی گفت چیه؟ رقص شکمه. این که چیز مهمی نیست. آه پس حتما رقص هرکی رو میخواده. نه هیچ کدوم اینا نیست. امشب میخوام یه مرد حنجره طلایی رو به شما معرفی کنم. یه مرد با صدایی که در افسانه ها وصفشو شنیدین. اینه خواننده افسانه ی تو. باز با این که ریختش مثل آب و حوزی ها میمونه. یکی اکره بزن همه شونو سوس کن. جون شما نمیتونم اونا رو سوس کنم. جون من روم و زمین ننداز، خواهش میکنم. منو جلو مهمونم سنگی رو یخ نکن. بیا استاد، خواهش میکنم با ایشون همراهی بکنی. با کمال افتخار. Oh!
شد. واقعا صدای تو بی نظیره، مثل الماس صاف و درخشنده است. باید گفت افسانه داوود حقیقت پیدا کرد. ممنونم آقا. پس شما هم صداشو پسندیدین استاد؟ پسند چیه دختر جون؟ صداش عظمت کوه‌ها و عمق دریاها رو داره. معذرت میخوام، نمیتونم بیشتر از این ممنونم. خوش کن، من شب میخوام به تو یه پیشنهادی بکنم که زندگی تو کاملا تغییر میده. این به صلاح اگه من نخوام زندگی تغییر کنه چی؟ تو اشتباه میکنی. من باید یه قرارداد 5 ساله میبندم با ماهی 20,000 تومن حقوق. ولی اگه 1,000,000 به من بدی قبول نمی کنم. من همین زندگی فقیرونه خودم و با اون نمزدم از تمام دنیا بیشتر دوست دارم. پسر جون لگت بخت خودت نزن، با ماهی 20,000 تومن همه کار میتونی بکنی. روز 10 تا نامزد میتونی عوض کنی. این همه پول رو سنگ بذاری واسه چوچو میره. با این وسوسه های شیطونی نمیتونین منو فریب بدین. من میخوام از بازون نون درارم و با شرافت و افتخار زندگی کنم. این زندگی پر زرق و برقم مال خودتون. من پاکی و نجابت رو به پول و ثروت ترجیح میدم. ناصر صبر کن، من تو رو مشهور میکنم، پولدار میشی. ببین چی میگم. احمق. باید به هر ترتیبی شده رامش کنیم. اربابون هاشن اومده. خوب مواظب باشید تا صداتون نکردم نه اینجا رو. یوتی چه انتظاری؟ اوستاسه، تو ببینی این آدم ها قابل اعتمانی؟ معامله، اوستاسه خان، برمیشون میخوام باید یه معاملهی بکنم. نه، ما با هم معاملهمون نمیشه. چرا، شاید بشه، تو برای سر کاره. فکر میکنی بشه، خیلی خوب. میخوام یه پیشنهادی بهت بکنم، هرچی هم میخوای بهت میدم، به شرطی که دوره بر گلی رو خید بگیم. برو فکر کارت با کور خوندی. صبر کن. بیا این پولم مال تو، بازم بهت میدم. به شرطی که قول بدی از گلی چشم بگیری. یاد میکنی منم مثل شما همه چیزامو به پول میفروشم؟ اینا رو بده به بابا جونت که برای جمع کردنش خیلی زحمت کشیده. حماقت نکن، پشیمون میشی. اما خودت چی بود حق جانتا بفهم. حالا آدمت میکنم اصلا بفهم. یاره چیزی بگی از بیتو دیکار بکنم این عمله جیبه من رو میخواست فرار کنه اما جلوشی گرفتم. اینام کلاهی که از جیبم زده. دروغ میگه. بندازنش بیرون. دیکم اینجا راش شدی. اگه سلاح در اومد به جرم جیپوری به هم زدن نه تعقیبش کنیم. بگذرید. چی شد؟ چی شد تعقیبش کنه؟ حسابمون چی میشه؟ حساب بی حساب. اینا من زیرش بیرون. یلا بهتره. نامه سری نو چشته دار. فاش بترتو. بی همه کشتو. بیا ورسه بخور، الان سرت آروم میشه. سرم آروم میشه؟ این دل لامصب و چیکارش کنم که داره پاره پاره میشه؟ خودتو اینقدر ناراحت نکن، ما هم یه خدایی داریم، بالاخره خدا جزای اون بی انصافا رو میده. خدا؟ خدایی میخواست کاری بکنه که ما رو اینقدر بدبخت نمیافرید. تو این دنیا تو سریخورمون نمیکنه. دیگه میخواست خدا برای چیکار بکنه پسر؟ پشت سرت ساز و نقره را بندازه. الحمدلله که چاستون بدن سالم نیست که هست.
یه تصدیدان نداری که دون تصدیدان؟ خیلی خوب بابا، شیش دون صدا اگه گرو نداری. آخه تو دیگه خودو چی میخون؟ وقتی آدم پول نشته باشه تمام اینا مفت نمیارزه. دنیا رو کاکل پول میچرخه. وقتی سرای گرین گرینگش بلند شه همه به خاک میافتن و سجده میکنن. نیاکو چی به روز من آوردن؟ فقط واسه اینه که اونا پول دارن و ما نداریم. حالا این پول هر رایی که میخواد به دست اومده باشه هیچ فرقی نمیکنه. چطور فرق نمیکنه بری داره من؟ پول خوبه اما ادوه حلال، ادوه مشروف هیچ توفیری نداره. رو هیچ اسکناسی ننوشته کجا در اومده با کجا خرج میشه. همه پولا یه شکلن. حالا میفهمم رویا راست میگفت، آدم بی پول یعنی هیچ. وقتی آدم ندار باشه مثل زباله پاشونه میزنه رو سر آدم و رد میشن. من دیگه نمیخوام زباله باشم، دیگه نمیخوام هیچ باشم. پیشنهاد رویا رو قبول میکنم. تبریک میگم، به تبریک میگم ناصر. بعدا میفهمی چه خدمت بزرگی بهت کردم. پاشو یالا پاشو.
ازت متشکرم دوله. تو بزرگترین خدمت در حق من و این کابرم انجام دید. استقبالی که مردم از ناصر میکنن میتونه بهترین سرپوش برای کارهای دیگم باشه. بیا اینم پاداش تو، پاداش آوردن ناصر به اینجا. یه ماشین قشنگ برای رویای قشنگ. خیلی من بود راب راب و عالی بود، محشر کرد. امیدوارم این هدیه کوچیک و یه هنرمند بزرگ از من قبول بکنه به خاطر محبوبیت و موفقیت. متشکرم، خیلی متشکرم. خیلی ممنون، متشکرم. شما منو با اتومبیلتون به منزلم برسونید. ولی بهتر ماشین خودتون ببرید، من با تاکسی میرم. نه نه، اتومبیل متعلق به شماست. من فقط دلم میخواد خواننده محبوبم منو به خونم برسونه. آخر خواهش میکنم تا مردم جمع نشدن ببرید. هنرمندای بزرگ همیشه لبخند تو لباشون. من که هنرمند بزرگ نیستم. آه چرا؟ تو امشب جای خود تو دل مردم باز کردی. حالا میبینی چه شهرتی پیدا میکنی. برای من بی تفاوت. ولی برای من خیلی تفاوت داره. همین امشب وقتی صدای تو اوج میگرفت من خیال میکردم تو آسمونا پرواز میکنم. شاید مشروبتون رو بیشتر از هر شب خوردی. بیشتر که خیلی خوردم، اما فقط این صدای تو بود که منو مست کرد. دیگه اون آدم سابق نباید باشی. آداب مشرت حکم میکنه منو تو خونم برسونی. مگه نمیدونی حالم خوب نه؟ بپرم، حالا خوب شد؟ مرسی. یا خوش نظر جان بسی آدم آداب زونی شدی. خواهش برم، یا خوش. سب کن من اول کلید از این کمیدونام در بیرم. بله من با کنم. خودم با میکنم دیگه جونم. تو چه تجربه خوب و دوست داشتنی هستی. خوب شد ناصر جون؟ آلم خوب نیست. منو ببر تو تا خوابم رو تخت بخوابون. آخه میدونیم من نمیتونم از این پله ها برم بالا. تنهایی که باید من سر کن پیرانم رو در بیارم پله ها قایی نشه. اون چپ شده. Oh!
تو چقدر خوب و مهربونی. یه گلاس مشروب بیا با هم دیگه بخوریم. میدونی که من اهل مشروب هستم. آه پس یه گلاس بسی من بری. نه نه تو هم زیادی بکنی. خیلی مشروب کردیم شد. آخه واسه اینکه بیمریای تو رو فراموش کنم به این الکل لعنتی پناه میبرم. اینو میخورم به سلامتی تو هنرمند ترسیدنی خودم. لا 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 لا. تو فقط مال منی. بسری تو حالت خوب نیست. تو به من محبت میکنی، داری برام دلسوزی میکنی. خدایا من چقدر خوشبختم. خب من دیگه باست برم روی. نه 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 نمیخوام بری. فردن گرمم کن با نگاهه، با نفسه، با لبات. تو فقط مال منی، نمیذارم از پیشم بری. من یه مرتبه به تو گفتم، یه مرتبه دیگه میگم، من فقط برای آواز خوندن قرار داده امضا کردم. تو یه پیمان دیگه باید با من ببندی، پیمان عشق. ناصر اگه با من ازدواج کنی تمام زندگیمو، هستیمو به پات میریزم. اینقدر ریخت و پاش نکن، من تو زندگیم یه هدف بیشتر ندارم، اونم اینه که پول جمع کنم و با گلی عروسی بکنم. اون دختره بی سر و پا لیاقت تو رو نداره، فراموشش کن ناصر. اگه یه مرتبه دیگه این حرفا رو بزنی وقت من از خواهش کردم بیاد یه گلاس مشروب با هم بخوریم. ولی من قسم خوردم که لب به مشروب نزنم. آفرین، این قسم تو هیچ وقت فراموش نکن، وگرنه صدا تو از دست میدی. راستی من برای تو ترتیب چند کنسرت بزرگ در شهرستان ها دادم. جدا باید آماده مسافرت بشی.
من یار پیمانم، با غم و بیگانم، دل من خواهد چه شبی باشد، لب مشتاقم به لبی باشد، من مشتاقم تا لبت بوسه رو بایم، بر چهره تو در دل شب در بگشایم، من مشتاقم تا لبت بوسه رو بایم، بر چهره تو در دل شب در بگشایم. شیرین لب نمی آیی در آغوشم، آه هستی مگر کردی فراموشم، تو هستی فرد و بمان، تو یار دل آزم هم به خوبان جهان تنها، من مشتاقم تا لبی بوسه رو بایم، بر چهره تو در دل شب در بگشایم، من مشتاقم تا لبی بوسه رو بایم، بر چهره تو در دل شب در بگشایم. من مشتاقم تا لبت بوسه رو بایم، بر چهره تو در دل شب در بگشایم. گلی نمیدونی این مدت چقدر دلم برای تنگ شده. من چون مرتب واسه داشتن کاغذ میدادم. من خودتو میخوام. خانم میگه تو رو پاش از من جدا کردی. دیگه دوران جدایی ما تموم شد. من اینقدر پول جمع کردم که یه عمر میتونیم به راحتی زندگی کنیم. با ترسی دو تر ترتیب عروسیمونو بدیم. خودت میدونی که من تمام آرزوم اینه که زن تو باشم. اما نمیدونم چرا تا وقتی تو کافه آواز میخونی فکر میکنم مال من نیست. بیشتر از یه ماه قرار دادم باقی نمونه. این یه ماه هم که تموم بشه دیگه قرار داد امضا نمیکنم. چقدر خوبی. با هم عروسی میکنیم، برمیگردیم ده، با پولی که جمع کردیم بهمون آباد میکنیم. چقدر خوشبخت میشی. اونجا دیگه خیالم راحتی که دورو برمون آدمای پاک دل و با خدا هست. با هم تو صحرا میدویم، تو رودخونه آبتنی میکنیم، وقتی گندما خوشه میکنن، وقتی شکوفه ها وا میشن، موقعی که چلچله ها برمیگردن. راستی نفر نمیشه این یه ماه دیگه آواز نخونیم. من نمیخوام از پیش من بری. دلم گواهی میده که نباید بذارم بری. نمیتونم قول و امضامو زیر پا بذارم. چش رو هم بذاری این یه ماه هم تموم میشه. پس من قول بده که دیگه پات خونه ی رویا باشه. قول میدم به عشق پاتمون قسم میخورم دیگه خونش نرم. تاریخ ازدواجمونو با موافقت پدر تعیین میکنم. من خودم از همین الان زنم. عروسی دخترت مبارک کلب باد. ممنونه. احمق.
مسابقه شقایق؟ من رویا هستم. لطفاً به ناصر خان بگیم بیام پای تلفن. من ناصر هستم. سلام. الان خبر عروسی تو روزنامه خوندم. خوشحالم که با آرزوت رسیدی. تبریک میگم. خیلی متشکرم. ناصر جان، یه خواهش کوچیکی ازت. مطمئن هستم خواهشمو رد نمی‌کنی. به عنوان آخرین دیدار یه گودبای پارتی به افتخار تو خونم ترتیب دادم. یه عده از دوستام هم دعوت دارم. دلم می‌خواد تو هم باشی. متاسفم نمی‌تونم. آخه چرا؟ قول دادم. یعنی قسم خوردم. به کی؟ به گلی؟ بره. دلم نمی‌خواد دوستان بعد از رفتن تو قیافه شکست خورده منو ببینن. می‌خوام با خوشی و خوبی از هم جدا بشیم. رویا، خودت خوب می‌دونید بین من و تو هیچ وقت رابطه نزدیکی وجود نداشته. اما همه فکر میکنن من عاشق تو هستم. اگه تو مهمونی من شرکت نکنی آبرو من که هرگز از تو توقع زیادی نداشتم. سعی میکردم هیچ وقت مزاحم تو نشم. با اینکه دیوونه ای تو بودم هیچ وقت نخواستم آرامش زندگی تو به هم بزنم. اما این دفعه از تو خواهش میکنم، التم کنم فقط چند دقیقه بیا تو مهمونی من. این که برای تو مزاحمتی نداره. آخه قسم خوردم. گولی از کجا میفهمه؟ تو رو خدا به من رحم کن. خواهش میکنم نفر. رویا میترسم. از چی میترسی؟ یه شب که هزار شب نمیشه. ناصر جون آبروی منو حفظ کن. بسیار خوب، به شرطی که قول بدی عاقل باشی. چقدر خوبی، چقدر مهربون و نازنین هستی. گلاساتونو بردارین. به سلامتی ناصر جون که امشب آخرین شبیه که در میون ما. بخورین. کم کنین. باید خودشم بخوره. بیا ناصر جون اینو به سلامتی من بخور که از همه دنیا بیشتر دوست دارم. بنوش. رومو زمین ننده. به سلامتی. Ha 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 ha!
حالا ساکت باشین تا آخرین آوازشو توی خونه من بخونه. پنجره ها رو ببندین. میخوام تنین صدای جادویشو تا ابد بین دیوارهای این سالن حفظ کنم. خواهش میکنم اصرار نکن. حالشو ندارم. نه نه، باید بخونی، باید بخونی، باید بخونی. خیلی من یه دم بخون، راحتش کن. برای ما استفاده داشت به کلی از بین بردی. دیوونه، از یه دیوونه فقط باید انتظار دیوونگی داشته باشی. چرا این کارو کردی احمق؟ برای اینکه دوستش داشتم. نمیخواستم به گوشه یه دختر دیگه نغمه های عاشقانه بخونی. اون باید یا مال من باشه یا مال هیچ کس. دوستش دارم، دوستش دارم. اگرم میخوای منو بکشی، بکش. جلوی چشمم برو کنار، کسافت. به این مهمونهای مسخره هم بگو برن گم شن. متاسفانه تارهای صوتی حنجرش در اثر داروی مخصوصی از بین رفت. خودش که طوری نشده داشت. نه، فقط صداشو از دست داده. میدونستم آخرش زهر خودشونو میریز. آروم باش آخی، آروم باش. میکشمش، با همین دستم خفش میکنم، خفش میکنم. ناصر نرو، خواهش میکنم، یه بلایی سرت میاره. من باید برم. من نمیدارم بری. میرم. ناصر خواهش میکنم، نرو، خواهش میکنم. ناصر جادش، میبریم دنبالش، میترسم بازم کار دست خودش بگیم. یه دفعه نشد این ناصر خانم. ناصر توی؟ برگشتی؟ آره، من تو صورت توف بندازم. بی شرم، بی حیا، چرا منه به این روزن بخم؟ چرا این کاری کرد؟ من با اینکه دوست دارم میخوام فقط مال من باشی. من میکشم، تو دوده کردم، میبرم. هر کاری میخوای بکن، من تو رو دوست دارم. صدای تو مال منه، من تو رو به این شهرت رسوندم. نمیتونم ببینم برای کس دیگه ای زمزمه بکنی. نمیخوام مال کس دیگه ای باشی. من کثیفی، تو دیوونه ای؟ آره من دیوونم. ناصر ازت خواهش میکنم، التماس میکنم، بذار دستتو ببوسم، بذار پاهاتو ببوسم. منو ببر، دوست دارم، دوست دارم. کشمش، تو منو نابود کردی، میکشم. دلش کن، دلش
کن احمق سیچو. این زن کسی باید ببینه. میبینی چه به روز من آورده؟